سلام بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام و عرض ادب و احترام خدمت بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه. شب جمعه هست و شب زیارتی مخصوص حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و میدانم که دلتون پر میزنه برای زیارت امام حسین علیه السلام. حق دارید. مرزهای کشور عراق بسته هست و عاشقان و دلدادگان سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از سراسر کشورهای دنیا دلشون پر میزنه برای زیارت امام حسین علیه السلام. در چنین شرایطی ما مسئولیتمون سنگین تر هست. در زیارتهایی که مشرف میشیم دعاگو و نایب و زیارتون هستیم، مخصوصا امشب زیارت شب جمعه سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله که به زودی مرزهای کشور عراق باز بشه، انشاءالله ویروس کرونا از تمامی کشورها ریشه کن بشه و انشاءالله به زودی شما هم مشرف بشید و در کربلا از نزدیک زائر سید الشهدا علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام باشید. در هفته بزرگداشت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام قرار داریم و همطور که مستحضر هستید این چند قسمت داریم راجع به امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت میکنیم با شما بیننده های محترم. در شبهای گذشته برخی از کلام و فرمایشات امام حسن مجتبی علیه السلام رو مرور کردیم با یکدیگر و صحبت کردیم در موردش. حدیث بسیار بسیار زیبا و گوهرباری از امام حسن مجتبی علیه السلام رو مرور کردیم که رعایت نکاتی که امام حسن مجتبی علیه السلام در این حدیث اشاره می کردند که سه نهی بود، در برنامه های گذشته اشاره کردیم این سه نهی رو اگر تک تک ما در خانواده های خودمون، در اجتماع خودمون رعایت کنیم، خواهیم دید که چقدر زندگی زیبا میشه، چقدر شکل انسانی زندگی در جامعه ها باز می گرده. انشاءالله که بتونیم مخصوصا در این ایام بیشتر مطالعه کنیم راجع به کلمات و سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام و بتونیم آگاه بشیم، دیگران رو آگاه کنیم و عمل کنیم به این فرمایشات. یکی از نکات بسیار مهمی که در تاریخ زندگی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام حائز اهمیت هست، خطبه ها و سخنرانی های امام حسن مجتبی است که متاسفانه به دلایلی در محافل شیعی کمتر به این خطبه های امام حسن مجتبی علیه السلام پرداخته میشه. چرا میگم به دلایلی؟ چون وهابیت و دیگر دشمنان سالیان سال است، قرن هاست که در تلاش هستند به قدری شبهات راجع به سبط اکبر پیامبر خدا، راجع به فرزند ارشد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما به قدری شبهات وارد کردند، به قدری در کتاب ها پر کردند این شبهه ها را که شیعه مشغول پاسخ دادن به این شبهات بشه و از کلام گوهربار امام حسن مجتبی علیه السلام غافل بشه. شما ببینید از چه زمانی سیل شبهات بیشتر شد
در میان جامعه اسلامی از زمان بنی عباس و جنگ هایی که حسنیان فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام در اون دخیل بودند، شبهاتی که امروزه میبینید، نمیخوام تکرار کنم، مطلق بودن العیاذ بالله و دیگر شبهاتی که راجع به امام حسن مجتبی هست، از اون زمان هم بوده، چیز جدیدی نیست. اما ما وظیفه داریم امام حسن مجتبی علیه السلام را اول بشناسیم، آگاه بشیم راجع به زندگی اون حضرت و کلام اون حضرت، و در ثانی جهانیان رو آگاه کنیم. با ما همراه باشید. بله بیننده های محترم، از همین الان میتونید تماس بگیرید با شماره برنامه هشتگ سوژه از طریق تلفن و واتساپ و نظر خودتون رو راجع به سوژه امشب که خطبه ها و سخنرانی های امام حسن مجتبی علیه السلام هست بیان بفرمایید. یکی از نکات حائز اهمیت بیننده های محترم این هست که متاسفانه من نمیخوام نه شبهات رو تکرار کنم نه کلامی که در شأن اهل بیت عصمت و طهارت علیهمون نیست که متاسفانه پر هست در کتب شیعه، متاسفانه پر هست در سایت های شیعی، سایت هایی که تیترش میبینید دفاع از امام حسن مجتبی است، تیترش پاسخ به شبهات امام حسن مجتبی است، ولی همون سایت رو وقتی میری میبینی فلان کارشناس، فلان شیعه شناس، فلان مورخ شیعه، بسیاری از کسانی که مشهور هم هستند برخی از اونها در کلامشون متاسفانه جفا میکنند به امام حسن مجتبی علیه السلام. یکی از این نمونه ها این هست که دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام رو وقتی میخوان ازش سخن به میان بیارن، میگن امام حسن مجتبی 7-8 ماه الی 1 سال امام بود و پس از اون حکومت رو واگذار کرد به معاویه. دقت کردید؟ حکومت چیز دیگری است، مسئله امامت چیز دیگری است، ولی متاسفانه برخی از شیعیان نیز در این زمینه جفا میکنند به امام حسن مجتبی علیه السلام. تماس وصل میکنید؟ اولین تماس از کشور ایران هست. سلام میکنم به آقای ابوالفضل از شهر ری. آقای ابوالفضل صدای من رو دارید؟ بله. سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید نظرتون رو میشنویم. صدای تلویزیونتون رو خواهش میکنم تا آخر ببندید، صدای من رو از گوشی تلفنتون بشنوید. بله سلام علیکم، خسته نباشید آجا. متشکرم، سلامت باشید آجا. عرضم به حضور شما، این مسئله هایی که صحبت میکنید من دوست داشتم یه خود بازتر بگین، یعنی یه خود مثلا در رابطه با این سوالتون رو یه خود مثلا بیشتر توضیح بدین. بله انشاءالله، تا جایی که فرصت باشه بنده هم سعی میکنم که فروگذار نکنم. راجع به خطبه ها و سخنرانی های امام حسن مجتبی علیه السلام چه اطلاعاتی دارید؟ چند خطبه از امام حسن مجتبی در تاریخ هست؟ چند خطبه در مقابل معاویه بوده؟ اطلاعات شما در چه حدی هست؟ والا عرضم موضوع شما، اطلاعاتم زیاد به این موضوع زیاد نیست، ولی اطلاعاتی که عرضم موضوع شما خودم رو دارم، ولی میخواستم که همیشه این سوالایی که میپرسین و یه خود سوالشو مثلا بیشتر توضیح بدین. چشم، که مثلا من در خدمت شما هستم.
پیشنهاد میکنم که بیننده ادامه برنامه باشید. انشاءالله اطلاعاتتون در این زمینه بیشتر بشه. بیننده های محترم، ما تمامی برنامه هایی که تا به حال داشتیم در هشتگ سوژه و برنامه امشب هم مستثنا نیست. هدف ما آگاهی دادن هست. راجع به خطبه های امام حسن مجتبی، ببینید این همه خطبه، این همه سخنرانی، ما اگر بخوایم تک تک این خطبه ها رو به تفصیل شرح بدیم، تحلیل کنیم، واقعا بیش از شاید 150 قسمت فقط برای خطبه های امام حسن مجتبی باید وقت بگذاریم. بیش از 40 خطبه از امام حسن مجتبی علیه السلام در تاریخ ثبت شده. تا به حال دقت کرده بودید به این مسئله؟ اون کسانی که قیاس میکنن نستجیر بالله امام حسن مجتبی رو با سید الشهدا علیه السلام و حرف های ناروا میزنند، که من نمیخوام اون حرف ها رو تکرار کنم، دوران امامت و حکومت امام حسن مجتبی رو قیاس میکنن با دوران امامت سید الشهدا علیه السلام، سید الشهدا قیام کردن، امام حسن مجتبی چه، و صحبت های ناروایی که جفاست در حق امام معصوم حسن ابن علی علیه السلام. ببینید خطبه ای از امام سجاد علیه السلام در شام داریم در مقابل یزید ملعون لعنت الله علیه. سخنرانان در ماه صفر چه می کنند در تحلیل این خطبه که به سزاست و بسیار هم عالیه، و اوضاع و شرایط امام سجاد علیه السلام را به خوبی سعی می کنند که تحلیل کنند برای مستمعین خودشون که امام سجاد علیه السلام چنین خطبه ای رو در چه شرایطی ایراد فرمودند. مقابل یزید بوده، نمیدونم خستگی های سفر بوده، شکنجه های روحی و جسمی بوده، و شروع میکنن به تبیین اوضاع و شرایط آقا علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام که اون خطبه غراء رو فرمودند. حالا راجع به امام حسن مجتبی و بیش از 40 خطبه آن حضرت، اگر تک تک اونها رو بخوایم از اوضاع و شرایطی که امام حسن مجتبی علیه السلام در اون قرار داشتن و این خطبه ها رو ایراد کردن بگیم، چند قسمت برنامه میخواد؟ کسانی که نستجیر رو بالله، نمیخوام عرض کردم، باز هم میگم، نمیخوام حرف مخالفین رو تکرار کنم، نمیخوام صحبت شبه افکنان رو تکرار کنم، نمیخوام صحبت برخی از شیعه که جفا میکنن به امام حسن مجتبی علیه السلام رو تکرار کنم. راجع به شجاعت امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی جفا میشه در کتب شیعه، حتی در سایت های شیعه. حتی شجاعت امام حسن مجتبی علیه السلام رو میخوای بدونی؟ خب شما جاهلید، آگاه نیستید، وقت نمیگذارید برای مطالعه. برید مطالعه کنید خطبه های امام حسن مجتبی علیه السلام رو، چه کلماتی در مقابل چه کسانی. شجاعت امام حسن مجتبی علیه السلام رو میخوای مطالعه کنی و بدانی و آگاه بشی، برو فقط جنگ جمل امیرالمومنین علی علیه السلام رو با عایشه مطالعه کن، ببین نقش امام حسن مجتبی علیه السلام در جنگ جمل چه بوده. حضرت حسن ابن علی علیه السلام بیش از 8 الی 9 خطبه فقط راجع به جنگ جمل از اون حضرت داریم ما، و خیلی دقیقه. بیننده های محترم، ببینید معصومین علیه السلام تا زمانی که معصوم دیگری بوده، مثلا بگذارید اینطوری راحت تر خدمتتون عرض کنم، وجود مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام در دوران امامت برادرشون، در 10 سال امامت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، به احترام شخصیت والای برادر امام حسن مجتبی علیه السلام همیشه سعی می‌کردند که تواضع کنند، جایی خطبه ایراد نکنند، کسی سؤالی می‌کرد رجوع می‌دادند به امام حسن مجتبی، و دیگر مسائلی که تواضع سید الشهدا علیه السلام رو نشون میده و احترام والا به مقام امامت امام حسن مجتبی علیه السلام. یا مثال دیگری عرض کنم خدمتتون، وجود مقدس و نازنین قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، چرا خطبه کم هست از آقا ابوالفضل علیه السلام؟
چرا کلمات آقا ابوالفضل علیه السلام کم هست؟ چون ابوالفضل العباس علیه السلام در دوران امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بودند، بعد در دوران امامت حضرت امام مجتبی، بعد سید الشهدا، به احترام این بزرگواران و امام زمان خودشون کلامی سخن نمی گفتند و جاهایی اگر کلامی از آقا ابوالفضل علیه السلام داریم به امر امام معصوم بوده. اگر میبینیم آقا ابوالفضل العباس قمر منیر بنی هاشم بر فراز کعبه رفته، روی پشت بام کعبه و خطبه خوانده برای مردم، به امر سید الشهدا علیه السلام بوده. اینها رو، مثال ها رو عرض کردم خدمتتون به خاطر اینکه ببینید وقتی عرض میکنم 8-9 خطبه یا بیشتر از امام حسن مجتبی علیه السلام فقط راجع به جنگ جمل هست، یعنی چه در کوفه و تشویق مردم به اینکه دفاع کنید از امیرالمؤمنین امام زمانتون علی ابن ابی طالب، چه در بحبوحه جنگ، چه بعد از جنگ، خطبه هایی که مربوط میشه به جنگ جمل در حضور امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اتفاق نادری است. در میان تاریخ معصومین چنین اتفاقی نداریم و اکثر اونها به امر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده. ببینید ابتدای خطبه هایی که در زمان امیرالمؤمنین از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده، اکثر اونها دارد که امیرالمؤمنین دستور میدادن مردم رو جمع کنید و به فرزندشون حسن ابن علی علیه السلام میفرمودن که پسرم حسن، برو بر فراز منبر و برای مردم خطبه بخوان. در حضور امیرالمؤمنین، فقط یکی دو موردش هست که امیرالمؤمنین حضور نداشتن ولی به امر حضرت بود، اون باز هم بعد از جنگ جمل، بیماری که عارض امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شد، برای نماز جمعه فرستادند فرزندشون رو، امام حسن علیه السلام رو، و فرمودن که نماز جمعه رو به جا بیاور و خطبه بخوان برای مردم. و چقدر هم زیبا، چقدر زیبا، اگر من فرصت داشتم تک تک این 40 خطبه رو برای شما تبیین می کردم و تحلیل می کردم و مخصوصا از اوضاع و شرایط می گفتم. هدف ما این هست که تحقیق کنید بیننده های محترم، مطالعه کنید در این زمینه و با تحقیق و مطالعه وقتی آگاه بشید می تونید جواب شبه افکنان رو بدید. تا کسی سخنی از شجاعت امام حسن مجتبی علیه السلام خاص نقیصه ای وارد کنه، نستجیر بالله، شبهه ای وارد کنه راجع به شجاعت امام حسن مجتبی و آن کسانی که دهانشان پر از خاک باد که حسن ابن علی همیشه در طول زندگی طالب صلح بوده، طالب صلح که دین اسلام اصلا دین صلحه، اینو نمیفهمن اولا. دوما اون صلحی که در تاریخ می نویسن به نام صلح امام حسن با معاویه، صلح نبوده، دقت نمی کنن، مطالعه ندارن، آگاهی ندارن و ده ها دلیل دیگر. آتش بس بوده. امام حسن مجتبی علیه السلام معاهده و پیمان آتش بس با معاویه امضا کردن، نه معاهده صلح. از خطبه های امام حسن مجتبی علیه السلام به وضوح مشخصه. برخی از فرازهای خطبه های امام حسن رو خدمتتون عرض میکنم که بتونید جواب شبهه افکنان رو با کلام امام حسن مجتبی علیه السلام بدید. یکی از جاها رو خدمتتون عرض کنم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از جنگ جمل بیماری عارضشون شد، برای نماز جمعه فرمودند که امام حسن مجتبی نماز جمعه رو بخوانند و خطبه بخوانند. خبر به امیرالمؤمنین رسید که یا علی، حسن ابن علی چه کرد امروز در خطبه ها؟ حالا نص خطبه هم موجوده، میتونید مراجعه بکنید. چنان دفاع میکنه حسن ابن علی علیه السلام از وجود مقدس و نازنین امیرالمؤمنین به عنوان امام زمانشون، نه اینکه از پدر دفاع کنن، اینکه واضحه، از امام زمانش امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنان دفاع میکنه که وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام از مسجد برگشتند و در بصره بودند بعد از جنگ جمل، یکی از جاهای نادر، بگذارید این رو هم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم،
خیلی کم هست مواردی که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به شخصی فرموده باشند به ابی انت و امی. حواستون هست؟ معصوم رو دارم هست. ما افتخار هم میکنیم روزی ده ها بار هم خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، خدمت به سید الشهدا علیه السلام عرضه میداریم یا ابا عبدالله به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدایت، یا ابا عبدالله چیزی گرانبهاتر از پدر و مادر ندارم، جانم رو فدایت میکنم. اما اگر معصوم به شخصی بفرماید به ابی انت و امی، خیلی حرف بالاییه. حالا تاریخ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو اونهایی که اهل تحقیق هستند مطالعه کنید، ببینید چه جاهایی دارد که اهل بیت معصوم به شخص دیگری فرموده باشد به ابی انت و امی. چند جا داریم که به غیر از 14 معصوم حتی فرمودند. خیلی زیباست. معصومی که جزء 14 معصوم است به کسی غیر از 14 معصوم فرموده باشد به ابی انت و امی. یکی از اون موارد آقا موسی بن جعفر علیه السلام به دخترشون حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها فرمودند به ابی انت و امی، به فاطمه معصومه. معصوم حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج الى الله نستجیر بالله، کلامش کلام خداست، برای مبالغه نیست، برای تعارفات نیست که تعارفات بین پدر و دختر باشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بارها و بارها به دخترشون جگرگوششون فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند فداها ابوها. پیامبر خدا حجت الهی هستن، معصوم هستن و به دخترشون که جزو 14 معصوم هستن این کلام رو فرمودن. جایی هم داریم در تاریخ اهل بیت، حالا من تو پرانتز دارم این مطلب رو عرض میکنم بیننده های محترم، سید الشهدا علیه السلام به قمر منیر بنی هاشم که از 14 معصوم نیستند آقا ابوالفضل علیه السلام، سید الشهدا به آقا ابوالفضل فرمودند ارکب به نفسی انت یا اخی. به نفسی انت یعنی قربونت برم، فدات بشم، جونم به فدات. خیلی کلام بالاییه. معصوم سید الشهدا علیه السلام حجت خدا به آقا ابوالفضل قمر منیر بنی هاشم فرمودن جانم به فدایت. یکی دیگه از این جاها رو خدمتتون عرض کنم، بقیهش رو خودتون سرچ کنید ببینید. یکی از اون جاها همین جا بود که امام حسن مجتبی علیه السلام از نماز جمعه و ایراد خطبه بازگشتند، امیرالمؤمنین علی علیه السلام به فرزند ارشدشون امام مجتبی فرمودند به ابی انت و امی. حواستون هست چی میگم؟ پدر و مادرم به فدایت حسن جان. خودتون تحقیق کنید در این زمینه مواردی که اهل بیت عصمت و طهارت 14 معصوم به اشخاصی به ابی انت و امی گفتند. حالا بعضی مواردش به غیر معصوم فرمودند، بعضی مواردش به معصومین. یکی از جاهاش همینجاست که امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرمودند. چرا؟ چون امام مجتبی کلام حق رو بیان کرد در میان افرادی که به جنگ اون حضرت اومده بودن. از شجاعت امام حسن میخوایی بدونی؟ شجاعت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو نستجیر بالله زیر سوال میبری با تیترهای مزخرفی که در سایت ها میزنید؟ ببینید امام حسن مجتبی علیه السلام چندین و چند مرتبه مقابل بزرگترین دیکتاتور معاویه ابن ابی سفیان خطبه خوانده، سخنرانی کرده. میدونستید این مطلب رو؟ اگر اینها رو مطالعه کنید میتونید پاسخ شبهات رو بدید، اگر مطالعه نکنید همینطور شبهات روی هم انباشته میشه و زبونشون هم درازتر میشه. متاسفانه باید مطالعه کنید، باید آگاهی خودمون رو بالا ببریم و دیگران رو هم آگاه کنیم.
از بیش از 40 خطبه ای که از امام حسن مجتبی علیه السلام در تاریخ ثبت شده، حدود 9 الی 10 خطبه راجع به جنگ جمل هست که بعضی از اونها تشویق مردم هست به دفاع از دین خدا، تشویق مردم هست به دفاع از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. برخی جاها در حین جنگ بوده، برخی جاها پس از جنگ بوده، و در جنگ صفین ببینید شما، یکی از اون مواردی که باز هم امام حسن مجتبی علیه السلام به امر امیرالمؤمنین و در حضور امیرالمؤمنین خطبه خواندن راجع به جنگ صفین است. تماس بعد از شهر تهران. سلام میکنم به سرکار خانم بنفش. سلام علیکم آقای بهنام. وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر، خسته نباشی. متشکرم، سلامت. عیدتون مبارک. متشکرم، بنده تبریک عرض میکنم خدمت شما. بفرمایید سرکار خانم، نظرتون رو میشنویم. من آقای بهنام، من ثبات ندارم، اینا رو نمیدونم. میخواستم به آقا سلام بدم. چی بهتر از این؟ شب جمعه هست، مخواست... بفرمایید زیارت کنید. آره، من این که ثبات ندارم این چیزا رو بخونم. بفهمم، ببخشید. بفرمایید زیارت. سلام بدم به آقا. السلام علیک یا حسین، السلام علیک علی ابن حسین، السلام علیک اصحاب حسین، السلام یا زهرا. آقا تو رو قسم میدم به زهرا، این مریضی رو از همه جا بردار، ما بیایم این مریضی رو. السلام علیک یا اول فس، السلام علیک یا خانم مرمنی، السلام علیک یا امیر المومنی. آقا جان تو رو قسم میدم هر دست رقیت به خواهرت بزینم، این مریضی رو از همه جا بردار. السلام علیک اول فس. آقا جان، آقا قربونت برم، با بچه هم فداد بشن. یا باب الحوائج. السلام علیک یا حسین، زیارتتون قبول باشه. اول پس زیارتتون قبول باشه، احسنتم انشاءالله که حاجت روا بشید. امام حسن مجتبی علیه السلام حدود 37-8 سال در خدمت پدرشون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن. 7-8 سال ابتدایی با در حضور جد بزرگوارشون رسول خدا صلی الله علیه و آله و پس از شهادت پیامبر خدا از سال 11 هجرت در خدمت پدرشون بودن. حدود 30 سال پس از پیامبر خدا در خدمت پدرشون بودن. مجموع 37-8 سال امام حسن مجتبی علیه السلام در رکاب پدر امیرالمؤمنین بودند. در مجموع این 37-8 سال ببینید که چقدر خطبه از امام حسن مجتبی علیه السلام هست که به امر امیرالمؤمنین ایراد فرمودند. یکی از اون موارد در جنگ صفین هست. بیننده های محترم، جنگ جمل رو عرض کردم، اگر نبود خطبه های امام حسن مجتبی، اگر نبود رشادت های امام حسن مجتبی در جنگ جمل، بسیاری از صاحب نظران می نویسن اصلا فاتح جمل امام حسن مجتبی علیه السلام بود. حالا نمیخوام ریز واردش بشم، محمد حنفیه رو امیرالمؤمنین فرستادن سراغ شتر عایشه، زخمی برگشت، نتونست کاری انجام بده. امام حسن رفتند و کار رو تمام کردند و قبل از اون خطبه های امام حسن در جنگ جمل و خطبه هایی که راجع به در مورد جنگ جمل قبل از وقوع جنگ بود، چه در کوفه چه در بین راه، اینها رو باید مطالعه کنیم، باید آگاه بشیم. و در جنگ صفین همینطور، چطور نام میبره از امام زمانش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در جنگ صفین. یکی از وجوه مشترک در تمامی این بیش از 40 خطبه امام حسن مجتبی علیه السلام، یکی از وجوه مشترکش این هست که در تمامی خطبه ها دفاع از امام زمانش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به چشم میخوره. چه خطبه هایی که در حضور امیرالمؤمنین بوده، چه خطبه هایی که پس از شهادت امیرالمؤمنین و برخی از اونها در حضور معاویه بوده. اون کسانی که حجت خدا حسن ابن علی علیه السلام رو متهم می کنند
نستجیر بالله و در شبهات خودشون حرفهای ناروایی میزنند، مطالعه ندارن، آگاهی ندارن، کمترین چیزی که میتونم بگم در حقشون این هست، جهل دارن، نخوندن این مطالب رو. راجع به خطبه امام سجاد علیه السلام در شام عرض کردم که خطبا مفصل تحلیل میکنن، تبیین میکنن اوضاع و شرایط رو، و شجاعت علی ابن الحسین امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام که در اون اوضاع و شرایط روحی و جسمی در مقابل کسی همچون یزید لعنت الله علیه چه خطبه غرایی فرمودن. خطبه های امام حسن مجتبی علیه السلام رو ببینید، خطبه هایی که در مقابل معاویه بوده، چه در جنگ صفین و چه موارد دیگر، پس از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم بوده در مقابل معاویه. آیا ذره ای نستجیر بالله، نمیتونم بر زبان جاری کنم این صحبت هایی که در شبهات مطرح میکنند. خود کلام امام حسن مجتبی علیه السلام واضح و گویا هست. یکی از این موارد رو خدمتتون عرض کنم. بله، حالا قبل از اون این اومد جلوی چشمم، این رو خدمتتون عرض کنم راجع به اصحاب خائن و منافق خودشون که برنامه زیاد داشتیم، در هشتگ سوژه هم داشتیم، هم راجع به معاهده آتش بس امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه، کسانی که میخوان راجع به اون آتش بس که امروزه برخی از اون به صلح امام حسن یاد میکنن، پیمان آتش بس رو اگر میخواین اطلاعات دقیق تری داشته باشید، قسمت 84 هشتگ سوژه و قسمت 189 برنامه هشتگ سوژه مفصل راجع بهش صحبت کردیم، میتونید در یوتیوب شبکه امام حسین علیه السلام ببینید. راجع به این که چه کردند اصحاب و سرداران لشکر با امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسن نمیدونستن اینها چه انسانهایی هستند، نمیدونستن اینها بیوفان. چرا میدونستن؟ هم به علم امامت میدانستند که اون بحثش جداست، هم بارها و بارها در خطبه ها به خودشون فرمودن. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن من رو شما هیچ حسابی باز نمی کنم، شما تجربتون رو پس دادید با پدرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام، شمایی که به پدرم علی ابن ابی طالب وفادار نبودید چگونه من میتونم تصور کنم که با من حسن ابن علی وفا کنید؟ امام حسن میدونستن همه اینها رو، اما حجت تمام میکردند به خاطر اینکه بعد از 1400 سال یاوگویان نیان و بگن که حسن ابن علی روحیه مثلا مبارزه با معاویه رو نداشته، نستجیر بالله و جملات و عبارتهای دیگر. در خطبه ای از امام حسن مجتبی علیه السلام که راجع در مورد اصحابشون، در مقابل اصحابشون هست، این تماس رو اول پاسخ بدیم. آقای علی از تهران، سلام میکنم به شما. سلام عرض میکنم خدمت شما استاد بهنام گرامی و عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام و خدمت همکاران محترمتون و بینندگان عزیزتون بزرگوار، همچنین سلام و درود خدا بر حضرت ابا عبدالله و اهل بیت گرامی و اصحاب وفادارشون و برادر بزرگوارشون. قبول باشه انشاءالله. آیه علی بفرمایید، نظرتون رو میشنویم راجع به خطبه های امام حسن مجتبی علیه السلام، مخصوصا خطبه هایی که در مقابل معاویه لعنت الله علیه بوده. من قبلش فقط یه حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بگم خدمتتون که ایشون فرمودن الحسن و الحسین امامان قام و قعدا، یعنی امام حسن و امام حسین هر دو امام هستن، چه قیام بکنن چه بنشینن. و امام حسن مجتبی اگه با معاویه آتش بسی انزا کردن فقط به خاطر این بود که خون شیعیان حفظ بشه، همونطور که امام حسین هم تو اون دهه محرم بارها با سپاه عمر صد گفتگو کردن و خواستن اونها رو از جنگ منصرف کنن، به خاطر اینکه هم خون شیعیان و خون مسلمان ها ریخته نشه و همین که اونها به واسطه رویارویی با امام معصوم مستحق عذاب الهی نشن. و از اونجایی که امام حسین رحمت الله الواسعه بودن میخواستن از این جلوگیری کنن. از خطبه های امام حسن مجتبی
من فرازهایی رو از خطبه ایشون در مقابل معاویه لعنت الله علیه انتخاب کردم که ابتدا حمد و ثنای الهی رو به جا آوردن و درود بر پیامبرشون فرستادن، بر پیامبر اکرم، و خودشون رو معرفی کردن، جدشون، پدرشون و خودشون رو معرفی کردن. بعد فرمودن ای مردم، اگر سالها در اینجا بایستن و آنچه را خداوند به ما داده است و در کتابش ما را به آن اختصاص داده و بر زبان پیامبرش جاری ساخته است به شمارم تمام نمی شود. من پسر پیامبر بشارت دهنده و بیم دهنده و چراغ فروزان هستم. فرمودن سوگند محکمی می خورم که اگر مردم سخن خداوند و پیامبرش را می شنیدند، آسمان بارانها و زمین برکتهاش را به آنان عطا می کرد و هرگز در این امت دو شمشیر به یکدیگر برخورد نمی کرد و تا روز قیامت شادی و آرامش زندگی می نمودند. و در این حالت ای معاویه، تو در آن طمع نمی کردی. و باز فرمودند پیامبر فرموده گروهی رهبری خود را به دست کسی نسپردند، در حالی که در بینشان داناتر از او نیز بود، جز آن که همواره کارشان به تباهی کشیده می شود تا اینکه به آنچه ترک کرده بودند بازگردند. فرمودند ای مردم، اگر در بین مشرق و مغرب بگردی تا مردی را بیابید که جدش پیامبر و پدرش جانشین پیامبر باشد، جز من و برادرم را نخواهید یافت. پس تقوای الهی پیش سازید و بعد از بیان مطلب گمراه نگردید. من فکر میکنم خب امام حسن مجتبی خیلی مظلوم هستند و باید بیشتر راجع بهشون صحبت بشه. ایشون بسیار فصیح و بلیغ سخن میگفتند با فصاحت و بلاغت کامل. باز یه جمله دیگه هم هستش که فرمودن خلیفه کسی است که به روش پیامبر عمل کند و به اطاعت الهی گردن نهد، و کسی که ستم می کند و سنت‌های الهی را تعطیل گذارده و به دنیا همچون پدر و مادر خود دلبستگی دارد و بندگان الهی را بردگان و مال خدا را غارت می کند، خلیفه نمی باشد. این جملات را امام حسن مجتبی در مقابل معاویه فرمودند. بیننده های محترم دقت کنید. لکن او کسی است که به زور حکومتی را به چنگ آورده و از آن به مدت کوتاهی بهره میبرد و به زودی دولتش پایان مییابد، لذتش تمام شده و تبعات آن بر عهده اش باقی میماند و نمیدانی شاید آن آزمایشی برای شما باشد و بهره مندی تا مدت کمی. اشاره به آیه 111 سوره انبیا. بعد فرمودن آنان را چند سال بهره‌مند ساختیم، آنگاه آنچه به ایشان وعده داده شده بود فرا رسید. اشاره به آیه 205 سوره شعرا. و آنچه از آن بهره‌مندن ایشان را بی‌نیاز نمی کند. که حتی معاویه لعنت الله علیه وسط خطبه های امام حسن مجتبی به ایشون گفت ای ابا محمد، به خاطر اینکه ایشون منصرف کنه، از این سخنان ما را واگذار و از ویژگی های خرما برای ما بگو. بله. که ایشون بلافاصله از تماسشون قطع شد اتاق فرمان، یا من صداشون رو ندارم. تماسشون قطع شد آقای علی، اگر مجددا تماس گرفتن تا جملاتشون رو کامل کنن. در مقابل اصحاب و یارانشون امام حسن مجتبی علیه السلام نه یک بار نه دو بار، بارها و بارها می فرمودن چشم در چشم به خدا قسم شماها دروغگویید، شماها برای یاری من نیامدید، همانطور که پدرم رو یاری نکردید، همانطور که بیوفایی کردید نسبت به پدرم، به من هم بیوفایی میکنید. اما امام حسن مجتبی علیه السلام محکوم به ظاهر بودند و میخواستن اتمام حجت کنند برای همگان تا روز قیامت در تاریخ ثبت شود. کذبتم والله ما وفیتم، دروغ میگویید، به خدا قسم نه به پدرم وفا کردید نه به من وفا خواهید کرد. تا ادامه که امام حسن علیه السلام مفصل با اصحابشون صحبت میکنن و به تفصیل و با فصاحت بدون رودروایسی، بدون مجامله، به همه اونها بیان میکنند که حق چیه، باطل چیه، شما برای چی دور من اومدید. و حتی کسانی که گول میخوردند یا اصلا برای یاری کردن نیامده بودند و منتظر چراغ سبز از معاویه بودند، امام حسن مجتبی علیه السلام چش در چش میفرمودند بهشون تو همان کسی هستی که فلان مقدار پول معاویه به تو داده که منصبت رو رها کنی. در خطبه ها هست، چشم در چشم امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمودند به اونها.
و این خطبه هایی که در مقابل معاویه لعنت الله علیه داشتند، که در این تماس هم آقای علی اشاره کردند به برخی از جملات امام حسن مجتبی علیه السلام، به نکته جالبی اشاره کردند و اون هم قطع کردن سخنرانی امام حسن مجتبی توسط معاویه هست. خوب دقت کنید بیننده های محترم، در بعضی از این خطبه ها خود معاویه میرفت منبر خطبه میخوند برای مردم، هست نص خطبه هاش هست که چی میگفت. بعد از اون میگفت که الان حسن ابن علی میاد و براتون صحبت میکنه، مجبور میکرد امام حسن رو، یا در برخی از مواقع خواهش میکرد از امام حسن و امام حسن مجتبی که میخواستن برن بالای منبر، نص روایت هست در تاریخ ثبت شده، به امام حسن میگفت که یا ابا محمد رفتی بالای منبر یادت نره مدح من رو بکنی. این رویه همیشه دیکتاتورهاست در طول تاریخ، دوست دارن مدح شون، چاپلوسیشون رو بکنن. اما معاویه خیلی جاهل تر از اون بود که نمیدانست به چه کسی داره این صحبت رو میگه، به امام حسن مجتبی، سبط اکبر پیامبر خدا. وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام از حق و باطل برای مردم سخن می‌فرمودند در مقابل معاویه، معاویه براشفت. بارها و بارها اتفاق افتاده، در تاریخ هم ثبت شده، نتونست جلوی حسادت و حقد و کینه خودش رو بگیره، کلام امام حسن رو قطع می‌کرد. امام حسن روی منبر بودن، سخنرانی می‌کردن، کلام امام حسن رو قطع می‌کرد، اون هم به تمسخر. دقت کنید، به تمسخر امام حسن مجتبی علیه السلام دارن برای مردم صحبت میکنن، از مقام و جایگاه اهل بیت نزد خدای متعال بیان میکنند، معاویه داد میزنه، نشسته داد میزنه به امام حسن مجتبی، میگه از فواید خرما بگو برای ما. با تمسخر میخواست امام حسن مجتبی علیه السلام رو ساکت کنه. امام حسن مجتبی بدون اینکه التفاتی به معاویه بکنن از فواید خرما صحبت میکردن، یک خطی دو خطی هست، نص خطبه هست، صحبت میکردن مثل جمله‌ای در پرانتز و بعد از اون به ادامه سخن خودشون میپرداختن. بعضی از سخنرانی ها دو بار سه بار در یک سخنرانی کلام امام حسن مجتبی رو به تمسخر قطع می کرد. آقای نورالله از کرمان سلام میکنم به شما. آقای نورالله صدای من رو دارید؟ الو، سلام. سلام علیکم، وقتتون بخیر. فرصتمون کم هست، بفرمایید نظرتون رو میشنویم. والا من اطلاعاتی ندارم، دارم الان سخنان این روحانیو نیستم که الان گوش میدم اینا، دارم گوش میدم اینا، میخوام یک سلامی بدم به آقا امام حسین. بسیار عالی، بفرمایید زیارت کنید. السلام علیکم یا حسین ابن علی، السلام علیکم یا حسین امیر المومنین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم آقا جان. تو را قسمت میدم به جان سر بریده امام حسین که این مریضی از دنیا محو کن. الهی آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام حسن مجتبی علیه السلام سخن حق می‌فرمودند، معاویه میدید که در مردم اثر کرده، مردم هاج و واج دارن گوش میدن به کلام امام حسن مجتبی علیه السلام، به خاطر اینکه تأثیر سخن رو کم کنه به زعم خودش تمسخر میکرد امام حسن مجتبی علیه السلام رو، چندین بار سخنان امام حسن رو قطع میکرد، وسط کلام میگفت که یا ابا محمد از مواصفات خرما برای من بگو، یا جاهای دیگر دارد از فضائل اهل بیت دارن صحبت میکنن، از فضائل جدشون رسول خدا، از فضائل امیرالمؤمنین، از حق و باطل صحبت میکنن برای مردم. معاویه یهو داد میزنه بین جمعیت، یا ابا محمد راجع به شبهای قدر برامون سخن بگو.
و امام حسن مجتبی علیه السلام هم در کمال ادب جوابش رو میدادند. در بعضی از خطبه هایی که مقابل معاویه لعنت الله علیه داشتند امام حسن مجتبی علیه السلام، به تصریح امام حسن مجتبی با قدرت، با فصاحت تمام در مقابل معاویه، آخه معاویه میگفت که یا ابا محمد برو بالای منبر تعریف من رو بکن، و بعضی مواقع خودش از منبر میخواست بیاد پایین به مردم میگفت که ابا محمد حسن ابن علی هم به حکومت ما تأیید کرده، حکومت ما را الان میاد راجع به حکومت ما براتون صحبت میکنه. امام حسن مجتبی علیه السلام بارها در مقابل و در حضور معاویه میفرمودن ان معاویه ابن صخر زعم انی رأیته للخلافت اهلا. ما یه آتش بسی با هم امضا کردیم، وهم ورش داشته معاویه رو، فکر میکنه که من او رو شایسته حکومت و خلافت میدانم. ولم ار نفسی لها اهلا فکذب معاویه، دروغ میگوید معاویه. در مقابل معاویه میفرمودن امام حسن مجتبی علیه السلام و ادامه کلامشون ظلمها و جنایتهای معاویه رو در حضور معاویه گوشزد میکردن به مردم. از شجاعت معاویه میخوایم، از شجاعت امام حسن مجتبی علیه السلام میخوایم میدونیم، باید مطالعه کرد. بیش از 40 خطبه از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده که خدمتتون عرض کردم، باید آگاه بشیم و دیگران رو هم انشاءالله آگاه کنیم. تشکر میکنم از همراهیتون، دعاگو و نایب‌الزیارتون هستیم. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.